به نام ایزد منان، با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری شبانگاهی خوش آمدید. من محمد محمدی به همراه همکارانم از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما خوبان هستم. سرخط خبرها. تلاش طالبان برای مقصر دانستن هزاره‌ها در قتل یک عالم دینی شیعه در اردوگان. تأکید وزیر کشور عراق در استان ذیقار بر لزوم توجه به زائران اربعین. نشست فرماندهی مرزبانی عراق با معاون استاندار نجف اشرف درباره آمادگی‌های امنیتی زیارت اربعین. و بازسازی جاده‌های منتهی به کربلا توسط وزارت بازسازی و زیرساخت عراق. منابع محلی در استان اردوگان افغانستان میگویند گروه طالبان در تلاشند تا با استفاده از زور در قضایای قتل‌های زنجیره‌ای و هدفمند شیعیان هزاره در این منطقه هزاره‌ها را مقصر جلوه بدهند. پس از شهادت یک عالم دینی هزاره در منطقه ششپر، طالبان بیش از 50 تن از هزاره‌های ساکن منطقه را بازداشت کرده است. همسر این عالم دینی اما گفته که قاتلان و حمله کنندگان پشتونها بودند. جزئیات بیشتر را در گزارش تهیه شده با هم ببینیم و بشنویم. 5 روز پیش در تاریخ 30 تیر ماه، منابع محلی خبر دادند 2 تن که لباس نظامی طالبان بر تن داشتند، رستم رحیمی، روحانی یک مسجد را در شهرستان اردوگان خاص افغانستان با ضربات چاقو به شهادت رساندند. پس از نشر تصاویر و انعکاس این خبر، گروه طالبان چند تن از ساکنان ششپر اردوگان خاص را به خاطر رسانه‌ای کردن قتل این عالم دینی بازداشت کرد. حالا منابع میگویند که در روزهای گذشته طالبان پیوسته ساکنان منطقه ششپر را فرا میخواند و شماری را برای بازجویی با خود میبرند. به گفته این منابع شماری از بازداشت شدگان پس از بازجویی آزاد شدند، اما در حال حاضر حدود 50 نفر از هزاره های اردوگان در زندان طالبان به سر میبرند. منابع میگویند طالبان در حال ساکنان این منطقه هزاره نشین را در پیوند به قتل رستم رحیمی، عالم دینی هزاره، بازداشت کرده که همسر مقتول میگوید افراد قاتل پشتون بودند. این منابع میگویند که همسر رحیمی نخستین فردی بوده که به مسجد رفته و افراد قاتل را دیده است. به گفته منابع، همسر آقای رحیمی گفته است که حمله کنندگان پشتون بودند، اما طالبان شهادت او را نمیپذیرند و میگویند از آنجا که او زن است، برای تایید شهادت او باید یک زن دیگر نیز گواهی دهد. منابع اعلام کردند که مقام‌های طالبان سعی می‌کنند که قتل عالم شیعه را به گردن هزاره‌های ساکن این منطقه بیندازند. آنها افزودند که این گروه تلاش دارد خانواده آقای رحیمی را وادار کند که علیه هزاره‌ها در این مورد شهادت دهند. به گفته این منابع، سال گذشته نیز طالبان هزاره‌ها را در قتل‌ها متهم کرده بود، اما با بررسی هیئت‌هایی از کابل و سازمان ملل متحد مشخص شد که هزاره‌ها در قتل دست ندارند. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، موارد متعددی از قتل مردم منطقه هزاره نشین شهرستان خاص اردوگان گزارش شده است. منابع محلی میگویند که در این مدت دست کم 21 نفر از مردم این شهرستان به شکل هدفمند و سیستماتیک به شهادت رسیدند. طالبان تا کنون عاملان هیچ کدام از این قتل‌ها را شناسایی و بازداشت نکرده است. ساکنان روستاهای مختلف این شهرستان بارها قطع درختان، آتش زدن خرمنها
و تخریب سایر اموالشان را از سوی افراد پشتون تبار گزارش دادند. همراه هستیم با دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا. سلام، شبتون بخیر. آقای افضلی، به نظر شما چرا طالبان در موضوع قتل‌های زنجیره‌ای و هدفمند شیعیان تلاش می‌کند هزارها را مقصر جلوه دهد؟ با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. این سیاست جدید طالبان هست که به این روش در واقع می‌خواهند بین تمام گروه‌های قومی و مذهبی اختلاف بندازه و به جایی که اونها به مخالفت با طالبان بپردازن، اونها را درگیر مسائل درون قومی و مذهبی بسازه و از این جهت یه تعدادی را به صورت کاملا وابسته برای خودشون نگه دارن تا بتونن به این شکل آینده و بقای خودشون را تضمین بکنن و این روند در بین تمام گروه‌های قومی و مذهبی وجود داره و دارن این کار را میکنن و خصوصا بین گروه‌های مذهبی شیعه این موضوع پررنگ‌تره، برای اینکه احتمال اینکه در آینده آنها به دلیل محدودیت‌های متعدد قیام بکنن و بیستن در برابر طالبان دارن این سیاست‌ها را به پیش می‌برن. ممنونم از شما دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا همراه ما بودند. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سازمان جهانی بهداشت گزارش داده که از آغاز ژانویه تا 20 ژوئیه سال جاری میلادی حدود 40,000 مورد مشکوک سرخک و 170 مورد مرگ ناشی از آن در سراسر افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش، از میان موارد مشکوک سرخک حدود 32,000 نفر کودکان زیر 5 سال هستند. سازمان جهانی بهداشت گفته است که آمار این بیماری بیشتر از سال 2023 و میانگین 2 سال قبل است. گروه بین المللی حقوق مهاجران اعلام کرد تا کنون بیش از 30,000 مهاجر در دریای مدیترانه هنگام تلاش برای رسیدن به اروپا ناپدید یا کشته شدند. از سوی دیگر، دیدبان بین المللی دریا سیاست انزوا طلبی اتحادیه اروپا را عامل افزایش تعداد کشته ها می داند. این سازمان در صفحه خود در پلتفرم ایکس نوشت: تعداد موارد گزارش نشده از کشته ها در ته دریا پنهان هستند. در همین راستا، اتحادیه اروپا با اعمال اقداماتی به منظور جلوگیری از مرگ و میرهای مهاجران غیرقانونی گفت: ما خواستار عبور امن و آزادی برای همه هستیم. علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، روز گذشته با انتشار تصاویری در شبکه اجتماعی ایکس از بازداشت 72 فرد مظنون به همکاری با گروه سنی های تندروی داعش در 13 شهر ترکیه خبر داد. یرلیکایا همچنین نوشت: ما هیچ تروریستی را در کشور تحمل نخواهیم کرد. ما فقط یک هدف داریم، بدون توقف و با حمایت شما مردم ترکیه تا جمع‌آوری آخرین تروریست مبارزه می‌کنیم. آژانس پناهندگان سازمان ملل در یمن می‌گوید در پی واژگون شدن یک قایق حامل 45 پناهجو در سواحل تئز در این کشور، تنها 4 نفر زنده ماندند. گفته شده که این حادثه به دلیل وزش بادهای شدید و همچنین ظرفیت بیش از حد قایق اتفاق افتاده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل اظهار داشت: با سازمان بین المللی مهاجرت برای کمک به بازماندگان این حادثه و ارائه اقدامات بشردوستانه لازم همکاری می کند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، طی بیانیه ای روز گذشته اظهار داشت: پس از 15 ماه جنگ، طرفین متخاصم سودان باید این تراژدی خشونت و بحران انسانی را
متوقف کنند و پای میز مذاکره بیایند. بورل در ادامه افزود اتحادیه اروپا آماده است تا از همه تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ، از جمله مذاکرات آتش‌بس برنامه‌ریزی شده توسط ایالات متحده به میزبانی مشترک سوئیس و عربستان سعودی که قرار است در 14 آگوست برگزار شود، حمایت کند. شایان ذکر است جنگ در سودان در ماه آوریل 2023 پیش آمد که تاکنون موجب کشته شدن نزدیک به 16,000 نفر و آواره شدن میلیون ها انسان شده است. بر اساس مطالعات جدید دانشمندان، مواد معدنی در اعماق اقیانوس ها اکسیژن سازی می کنند. اندرو سویتمن از انجمن علوم دریایی اسکاتلند که این مطالعه را راهبری می کند در بیانیه اظهار داشت این کشف پیامدهای فراوانی برای درک ما از اعماق اقیانوس و اکولوژی آن دارد. دانشمندان معتقدند موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند ممکن است به اکسیژن این منبع تازه کشف شده وابسته باشند. کرار محبوبه، معاون استاندار نجف اشرف، با تیم داوطلب المختار در مورد سازوکارهای آمادگی طرحی که توسط شورای حفاظت و بهبود محیط زیست برای کاشت 1,000,000 درخت طی 2 سال راه اندازی شد، بحث و گفتگو کرد. کرار محبوبه در این دیدار با تأکید بر اینکه این طرح با هدف ارتقای زیست محیطی در این استان انجام می شود، خاطر نشان کرد کاشت 1,000,000 درخت در بازه زمانی حداکثر 2 سال گام مهمی در راستای تحقق این هدف است. این گام در چارچوب مجموعه ای از اقدامات استانداری نجف اشرف برای بهبود محیط زیست و حفظ تنوع زیست محیطی که مستلزم همکاری مشترک نهادهای جامعه مدنی، تیم‌های داوطلبانه و همه مردم می باشد. آستان مقدس علوی در آستانه ایام 40 حسینی دوره اول برنامه خدماتی نخبگان فاطمی را آغاز کرد. گفته می شود این برنامه شامل کارگروه های آموزشی فشرده با هدف آماده سازی نیروهای حرفه‌ای برای خدمت رسانی در ایام 40 حسینی می باشند. عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق در سفر خود به استان زیقار بر لزوم توجه به زائرانی که برای شرکت در زیارت 40 عازم کربلای معلا می شوند تأکید کرد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. عبدالامیر الشمری وزیر کشور و رئیس کمیته عالی امنیتی زیارت 40 در سفر خود به استان زیقار جلسه ای با حضور مرتضی الشمری استاندار زیقار در مقر فرماندهی انتظامی این استان برگزار کرد. در این جلسه تعدادی از مسئولان امنیتی، فرماندهان نظامی و برخی از ادارات و سازمانها و گروه های سیاسی در استانهای بصره، میسان، واسط، زیقار و مسنا حضور داشتند. وزیر کشور در این دیدار بر اهمیت هماهنگی بین تمامی واحدهای امنیتی تأکید کرد. وی با اشاره به تلاش‌های اطلاعاتی و امنیتی محول شده و تقسیم وظایف میان سازمان‌ها بر لزوم بروزرسانی برنامه‌های تدوین شده و بهره‌گیری از توانمندی‌های همه دستگاه‌ها به منظور خدمت‌رسانی به زائران در سطح مورد نیاز تأکید کرد. وی با اشاره به لزوم تأمین امنیت گذرگاه‌های مرزی و همچنین جاده هایی که زائران از آن عبور می کنند بر ساماندهی حرکت وسایط نقلیه و جلوگیری از حوادث ترافیکی و نیز تأمین اکیپ های پزشکی در مناطق مختلف تأکید کرد. و
وزیر کشور همچنین بر لزوم توجه به زائرانی که از دیگر کشورها به مناسبت اربعین امام حسین علیه السلام عازم کربلا می شوند و حمایت از موکب‌های حسینی و ایجاد فضای امن و مناسب برای همه شرکت کنندگان در این مراسم تصریح نمود. در این نشست حاضران دیدگاه‌های خود را با هدف ارائه بهترین خدمات به زائران و تأمین حفاظت لازم از آنان در مراسم بزرگداشت زیارت میلیونی اربعین که محبان اهل بیت علیهم السلام از داخل و خارج از کشور عازم شهر مقدس کربلا هستند ارائه نمودند. ژنرال محمد عبدالوهاب سکر فرمانده نیروهای مرزی نشست امنیتی را پیرامون آمادگی‌های امنیتی برای زیارت میلیونی اربعین با معاون استاندار نجف اشرف در مقر فرماندهی در بغداد برگزار کرد. در این دیدار علاوه بر معاون استاندار نجف اشرف، فرمانده انتظامی و مدیران دستگاه‌های امنیتی این استان نیز حضور داشتند. در این جلسه به تمهیدات امنیتی برای زائران اربعین در استانداری نجف اشرف و تأکید بر هماهنگی و همکاری مشترک بین دستگاه‌های مختلف و نهادهای امنیتی و تهیه کلیه ملزومات ضروری برای موفقیت در برگزاری زیارت میلیونی اربعین پرداخته شد. حاضران در این نشست بر اهمیت آماده سازی خوب و همکاری نزدیک بین همه طرف‌های زیربط برای اطمینان از ایمن بودن و تسهیل امور زائران در زیارت میلیونی اربعین تأکید کردند. سپهبد محمد عبدالوهاب سکر نیز با اشاره به لزوم تقویت تدابیر امنیتی و تشدید تلاش‌ها برای تأمین امنیت زائران تأکید کرد که نیروهای مرزی و تمامی دستگاه‌های امنیتی تحت فرمان وی از هر گونه تلاش برای ایمنی زائران و تسهیل در رفت آمد ایشان فروگذار نخواهند کرد. وزارت بازسازی و زیرساخت کشور عراق از بازسازی و مرمت جاده بغداد، بابل، کربلا و چهار بزرگراه دیگر به مناسبت فرارسیدن زیارت میلیونی اربعین خبر داد. این وزارتخانه طی بیانیه ای اظهار داشت با همکاری محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق، کمپین بازسازی، رفع انحراف‌ها و ایجاد روشنایی در جاده بغداد، بابل، کربلا به مناسبت تدارک زیارت اربعین امام حسین علیه السلام راه اندازی شده است. در همین راستا، عمار موسی، شهردار بغداد، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت بزرگراه‌های شهر بغداد بخش مهمی از شبکه راه و ترابری در پایتخت است و برخی از این بخش‌ها فرسوده شده و نیاز به بازسازی دارد. وی در ادامه افزود بیشتر تعمیراتی شهرداری بغداد در دوره‌های قبل در این جاده‌ها انجام می‌داد جزئی بوده است. عمار موسی همچنین افزود طرح توسعه فعلی شامل توسعه جاده ها و انطباق با ترافیک سنگین و احیای نگهداری و سلامت جاده ها، برنامه ریزی، روشنایی و تجهیزات لازم با آن است. وی خاطر نشان کرد همچنین طرح احیای بزرگراه صلاح الدین، بزرگراه عتبه بن قزوان و شاهراه کانال ارتش نیز در دست اجراست که وزارت بازسازی و زیرساخت عراق در راستای کار خود برای تکمیل پل‌های همین جاده آنها را به شرکت‌های مربوطه واگذار کرده است. روزنامه رسمی پاکستان، پاکستان آبزرور، به نقل از شرکت‌های هواپیمایی بین المللی این کشور از ارائه پروازهای ویژه به شهر نجف اشرف خبر داد. این روزنامه در گزارش خود نوشت این اقدام در پی پاسخگویی به استقبال فراوان زائران و عاشقان اهل بیت علیهم السلام که مایل به زیارت عتبات عالیه در عراق هستند برنامه ریزی شده است. روزنامه پاکستان آبزرور در پایان گزارش خود خاطر نشان کرد مقامات این شرکت تمام آمادگی های لازم را برای تضمین تجربه سفری آرام و راحت برای زائران در این پروازهای ویژه به شهرهای مقدس عراق انجام دادند.
مروری دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای مقصر دانستن هزاره ها در قتل یک عالم دینی شیعه در اردوگان. تأکید وزیر کشور عراق در استان زیقار بر لزوم توجه به زائران اربعین. نشست فرماندهی مرزبانی عراق با معاون استاندار نجف اشرف درباره آمادگی‌های امنیتی زیارت اربعین. بازسازی جاده‌های منتهی به کربلا توسط وزارت بازسازی و زیرساخت عراق. و ارائه پروازهای ویژه به عتبات عالیات از سوی پاکستان. بینندگان گرامی، به پایان بولتن خبری امشب رسیدیم. از اینکه در این بخش خبری همراه با بودید ممنونم. شب همگی شما بخیر. خدای دو جهان نگهدارتان باد.